11 سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند در سومین نشست نمایندگان ویژه کشورها به میزبانی سازمان ملل در دوحه قطر در مورد افغانستان باید این پیام به طور هماهنگ به حکومت طالبان منعکس شود که حقوق زنان و دختران قابل مذاکره نیست. همکارم در رابطه با این اقدام سازمان‌های مدافع حقوق بشری گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. 11 سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر در نامه‌ای به سازمان ملل، شورای امنیت و کشورهای عضو در مورد حقوق زنان در افغانستان نوشتند که در تعامل با حکومت طالبان در نشست دوحه حقوق زنان و دختران قابل مذاکره نیست. در این نامه همچنین آمده است که بعد از دومین نشست دوحه در فوریه 2024 حکومت طالبان آزار و نقض حقوق زنان و دختران را به نحو بی سابقه ای تشدید کرده است که کارشناسان بین المللی آن را آپارتاید جنسیتی می نامند. این سازمان ها می گویند که با صدور 97 فرمان محدودیت برای زنان و دختران در افغانستان حکومت طالبان پیوسته در اجرای این فرامین جدی تر شده است. به گفته این نهادهای حقوق بشری، فضا برای زنان و دختران که خود باید در مورد زندگیشان تصمیم بگیرند هر روز کوچکتر می شود و در چنین شرایطی رویکرد جامعه جهانی به افغانستان برای بازداشتن حکومت طالبان از سرکوب نظاممند حقوق زنان ناکام مانده است. همزمان فعالان زن افغانستان نیز بیانیه‌هایی در محکومیت تفاهم و تعامل در نشست پیش رو در دوحه قطر با حکومت طالبان منتشر کردند. در روزهای اخیر توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان به کابل سفر کرد و با حکومت طالبان و شماری از نمایندگان کشورها دیدارهایی در مورد نشست دوحه داشت. در همین حال بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود توصیه کرده است که دست کم 30% کمک های بین المللی به افغانستان به ارتقای برابری جنسیتی و حقوق زنان اختصاص داده شود و در تمام فعالیت های بشر دوستانه در این کشور هم تمرکز ویژه‌ای روی حقوق زنان صورت بگیرد. در این گزارش تأکید شده است که اطمینان حاصل شود که زنان در تمام هیئت‌های بین‌المللی که با حکومت طالبان ملاقات می‌کنند حضور داشته باشند تا نقش زنان در رهبری به آنها نشان داده شود. در دومین نشست دوحه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نمایندگان ویژه 25 کشور و سازمان منطقه‌ای و جهانی در امور افغانستان را برای دو روز در دوحه پایتخت قطر گرد هم آورد. حکومت طالبان با وجود دعوت به نشست دوحه به خاطر پذیرفته نشدن پیش شرط‌هایش در آن نشست شرکت نکرد. برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای دکتر احمد نورزاد کارشناس مسائل افغانستان از ویرجینیا همراه ما هستند. سلام، وقتتون بخیر. جناب آقای دکتر نورزاد، برای آینده وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت حکومت طالبان چه چشم اندازی پیش بینی میکنید و چه راهکار داخلی و بین المللی برای احقاق حقوق کودکان و زنان و دختران افغانستان وجود داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با تحیات وافر و عدیه صالحه به حضور شما و خدمت تمام مؤسسین و کارمندان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. با توجه به وضعیت کنونی و تاریخچه حکومت طالبان، پیشبینی آینده و وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت حکومت طالبان چالش برانگیز است، اما راهکارهای داخلی و بین المللی میتواند به احقاق حقوق کودکان، زنان و دختران این کشور کمک کند. توسعه افزایش دسترسی به آموزش برای دختران و زنان به منظور توانمندسازی های به منظور توانمندسازی ها و همچنان به منظور
پیشبرد و احقاق حقوق زنان در افغانستان و به منظور تقویت نقش زنان در جامعه، تشویق زنان به شرکت فعال در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی و ارتقای نقش اجتماعی آنها در جامعه، تأمین حقوق کاری و حمایت از زنان و دختران در حوزه های مختلف اقتصادی و توانمندسازی راکار توانمندسازی زنان در افغانستان راهکارهای خوبی در داخل کشور شده میداند و همچنان تحریم ها و فشارهای بین المللی برای تضمین رعایت حقوق بشر و حقوق زنان بر رژیم طالبان، تقویت همکاری های بین المللی در زمینه توسعه آموزش و توانمندسازی زنان و دختران، ایجاد بورسیه ها یا اسکالرشیپ ها و فاند های تحصیلی در دانشگاه خارج از کشور، تأمین منابع مالی برای پروژه ها و برنامه های مرتبط به حقوق زنان و دختران در افغانستان، تشکیل فضایی برای مشارکت فعال مردم و نهادهای بین المللی در ارائه حکومت در رعایت بخشن حمایت و کمک به زنان و دختران افغانستان از راهکارهای خوب بین المللی میتونه باشه. آینده وضعیت زنان در افغانستان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت رژیم زنستیز طالبان پشتون بستگی به عوامل متعددی داره، از جمله تداوم تغییرات سیاسی و اجتماعی، تاثیرات فشارهای بین المللی و توانمندسازی جامعه مدنی در مقابل با چالش ها و محدودیت ها و وضعیت امنیتی و سیاسی فعلی افغانستان نگران کننده است، زیرا کشور به گرفتاری های جدی از سوی نیروهای طالبان و گروه های تکفیری و تروریستی دیگر مواجه هستند. گزارشات جدید نشان می‌دهد که حداقل 18 شهروند افغانستان را به دلیل قومیت و دینیت خود در اتفاقات مختلف مورد ضرب و شتم قرار دادند. این وضعیت منجر به تضاد و تنش‌های بیشتر در جامعه شده و نیاز به راهکارهایی دارد که این اختلافات را کاهش دهند و به حل مسائل بیشتری در کشور کمک کنند. جنایات طالبان در برابر زنان غیر پشتون، به ویژه زنان شیعه و هزاره، به هدف نسل کشی و جنساید در افغانستان نه تنها ناانسانی است، بلکه به نوع آپارتاید جنسیتی و مذهبی نیز تلقی می شود. این اقدامات شامل محدودیت های سنگین برای حقوق زنان، ممنوعیت های در زمینه تحصیل، کار حضور در فضاهای عمومی، تجاوزات جنسی، خشونت های جنسیتی و سایر نقض های حقوق بشری می شود. این تحقیر و نابرابری جنسیتی و مذهبی باعث تضعیف و تخریب جامعه اجتماعی در افغانستان، نشان‌دهنده ابعاد وسیعی از ناعدالتی، ظلم و نابرابری در زمینه زنان است. ممنونم از شما که باید متشکرم. دکتر احمد نوزاد، کارشناس مسائل افغانستان، که از ویرجینیا همراه ما بودند.